پاسخ دندان شکن همایون افغان به مسلم شهزاد، لطیف پترام و رضا قمامون. کشته شدن یک مقام محلی در ننگرهار. 1 میلیون کودک افغان با خطر سوی تغذیه و مرگ مواجهند. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. معاون رئیس اجرایی یونیسف یا صندوق کودکان سازمان ملل متحد هشدار داده است که اگر کمک‌های فوری به افغانستان صورت نگیرد، حدود 1 میلیون کودک با خطر سوی تغذیه و مرگ روبرو خواهند شد. با گزارش سپوتنیک به نقل از آریانا نیوز، عمر عبدی، معاون رئیس اجرایی یونیسف، در جریان سفرش به افغانستان با کودکان آسیب پذیر افغانستان در شفاخانه اندرا گاندی دیدار و گفته است که این اطفال با سوی تغذیه شدن و بیماری های مرگبار روبرو هستند. یونیسف در یک اعلامیه گفته است بدون اقدام فوری حدود 1 میلیون کودک افغان در سال 2021 با سوی تغذیه شدن روبرو هستند و شاید بمیرند. اعلامیه افزوده است شیوع جدید سرخکان و اسهال حاد وضعیت را بیش از این بدتر کرده و کودکان بیشتری را در معرض خطر قرار داده است. آقای عبادی همچنان با مقام‌های طالبان نیز دیدار کرده و بر دسترسی کودکان به مراقبت‌های اولیه صحی، تغذیه آب، خدمات صحی و حفاظتی از کودکان تاکید کرده است. عبادی خواستار از سرگیری کمپاین‌های واکسیناسیون فلج اطفال، سرخکان و ویروس کرونا شده است. معاون اداره یونیسف همچنان بر تعلیم دختران و پسران افغان نیز تاکید کرده است. او افزوده است یونیسف درباره حقوق همه دختران، پسران و زنان فشار خواهد آورد. هدف ما این است که همه دختران و پسران را در مکاتبی که از مراقبت‌های صحی برخوردار و از هر نوع خشونت‌آوری باشند. کشته شدن یک مقام محلی در ننگرهار. با گزارش سپوتنیک به نقل از اسکای نیوز، ولسوال یکی از ولسوالی‌های ننگرهار واقع در شرق افغانستان در حمله روز شنبه کشته شد. طبق گزارش در حمله صبح روز شنبه 17 میزان در ولسوالی رودات ننگرهار پس از تیراندازی در محل حادثه انفجار رخ داد که در اثر آن ولسوال رودات کشته و 3 طالب نیز زخمی شدند. این حمله یک روز پس از آن رخ داد که روز جمعه 10 تن در حمله تروریستی به مسجد در ولایت کندوز واقع در شمال افغانستان جان باختند. گروه تروریستی داعش مسئولیت حمله به مسجد شیعیان را بر عهده گرفت. و در پایان، همایون افغان روی صفحه فیسبوکش نگاشته است به آدرس مسلم شیرزاد، رزاق مامون، لطیف پترام و دیگران: اگر با نفرت پراگنی هایتان من کشته شوم، آیا افغانستان آباد می شود؟ آیا جنگ ختم می گردد؟ آیا نظام تغییر می کند؟ آقایان منتقد، یک بار بیایید از نزدیک زیر اداره امارت اسلامی برنامه تهیه کنید، بعداً از دل من آگاه خواهید شد. چرا نمیدانید؟ نظام تغییر کرده، دیگر جمهوری اسلامی نیست، نظام امارت است. بگذارید با استفاده از مایک و کامرا زاویه های پنهان این نظام را نیز به شما و جهانیان نشان دهم. من وقتی در یک ولایت سفر می کنم می بینم جنگ نیست، امنیت تامین است، اما مردم ترس دارند، کوچ می کنند، از بیکاری و قیمتی شکایت دارند. مگر چون این چیزی را پخش نکردم؟ وقتی امنیت تامین است من چگونه نشان دهم که جنگ است؟ وقتی بیکاری است و مردم شکایت دارم من چگونه نشان دهم که مردم شکایت ندارد؟ انصاف داشته باشید. با ریختن خون من شما به جای نمی رسید. وقتی جوانان احساساتی را تحریک می کنید، اگر روزی در جای کشته شوم مسئول مرگ من شماهای هستید که فضای رسانه‌ای نفرت پراگنی می کنید و من خونم را نمی بخشم و در روز محشر پیش الله شکایت خواهم کرد. برادرتان افغان. تشکر از توجهتان. برای بهبود مطالب و ویدیوهای ما
لطفاً نظریات و پیشنهادات خوبتان را با ما در میان بگذارید. تا ویدیوهای دیگر، الان نگهدار، کامگار و سرفراز باشید.